بسم الله الرحمن الرحیم. این داستان داستانی آن شخصی بدبخت است که مردم را از عبادت خداوند متعال باز می داشت. او علیه خداوند بر جنگ برخواست. نمرود که می خواست با خدای جهانیان جنگ کند، ولی یک مخلوق خرد چگونه او را هلاک ساخت. 3000 سال بعد زمانی که جسد نمرود ظاهر شد، پس چرا از دیدگاه مردمان پنهان ساخت؟ بعد طوفان نوح علیه السلام در مناطق بابل و کنج کنار آن زندگانی مجدد شروع شد که در آن منطقه یکی از اولاده هام بن نوح که کوش نام داشت متولد شد. از کوش طفلی به دنیا آمد که در تاریخ به نام نمرود مشهور و معروف است. نمرود یک پادشاه نیرومند، متکبر، جابر و خودخواه و بت‌پرست بود. گفته می شود اولین شخصی که تاج بر سر نهاد نمرود لعین بود. نمرود با جبر و اکراه مردم را به عبادت خود وادار می ساخت. زمان نمرود حدود 3000 سال قبل از میلاد بود. نمرود را مربوط قدیمی ترین فرهنگ آسریا یا فرهنگ سمیری قرار می دهند. مورخین می گویند که نمرود عمر خیلی طولانی داشت و 400 سال بالای مردم حکم روایی کرد. در تاریخ در مورد نمرود معلومات زیادی وجود ندارد، ولی باز هم مورخین نمرود را در لیست جابرترین و ظالمترین پادشاهان جهان قرار دادند. بعضی از مورخین نمرود را مربوط به گیگل گمش و بعضی او را مربوط به مردوک قرار می دهند و بعضی او را امنحوتپ می گویند. دوستان عزیز، نمرود به معنی طغیانگر یا یاغی می باشد، چون نمرود در مقابل خدا سرکشی کرد و مردم را به سرکشی نیز امر کرد. طبق روایت اسلامی نمرود پادشاه بابل بود که دعوای خدایی می کرد. در آن زمان خداوند متعال حضرت ابراهیم علیه السلام را مبعوث نمود. ابراهیم علیه السلام در نزدیکی شهر بابل منطقه اورل بود. وقتی خداوند متعال ابراهیم علیه السلام را به پیامبری مبعوث نمود، مردم را به سوی یگانگی خدا دعوت میداد و از بت پرستی منع میکرد، تا اینکه روزی کلانترین بت بابل را نیز شکست. روی این نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام را به دربار خود طلب کرد. نمرود لعین به ابراهیم علیه السلام گفت: بگو پروردگار شما کیست که مردم را به سوی خدایت دعوت میدهی؟ ابراهیم علیه السلام گفت: خدای من ذاتی است که میمیراند و زندگی میدهد. نمرود گفت: این کار را من هم می کنم. بعد ابراهیم علیه السلام گفت: خدای من آفتاب را از شرق طلوع می دهد، شما از غرب طلوع بدهید. با این حرف نمرود مات و مبهوت و امر کرد که ابراهیم علیه السلام را به آتش بسوزانند. بابلیان چندین شب و روز آتش افروختند و به اندازه آتش زیاد شد که شدت تپش آتش چیزهایی که در نزدیکی قرار داشت هم بسوخت. بعد آن نمرود در حالی که رو به آسمان کرده بود، ابراهیم علیه السلام را در آتش انداخت و داد می زد که کجاست خدایت ای ابراهیم؟ ولی با قدرت خداوند متعال اون آتش که مثل جهنم میسوخت برای ابراهیم علیه السلام بهشت و جنت زیبا گشت و بعد چندین روز از اون آتش کاملا صحیح و سلامت بیرون شد. وقتی نمرود دوباره ابراهیم علیه السلام را دید، چیغ و فغان سر داد و گفت: واقعا اون خدایی که تو پرستش میکنی عظیم و بزرگ است که ترا در چین آتش بزرگ هم نجات داد و من برای خدای تو ای ابراهیم قربانی بزرگی میکنم. ابراهیم علیه السلام به نمرود رو کرد و گفت که هیچ قربانی تو نزد خدا قابل پذیرش نیست، تا زمانی که شما با اون خدا ایمان نیاورید. نمرود گفت: اگر به خدای جهانیان ایمان بیاورم، پس پادشاهی من سرنگون خواهد شد و من این کار را نمی کنم. به هر صورت بعضی از مردمان هوشیار که آنجا بودند به خدای یکتا ایمان آوردند. نمرود ابراهیم علیه السلام را رها کرد و ابراهیم علیه السلام به سوی شام رخت سفر بست. بعد آن نمرود بدبخت یک برج بلندی ساخت و دعوای خدایی را با خدای جهانیان اعلان نمود. این منار بزرگ به نام منار نمرود مشهور است. نمرود به بلندی این برج بالا شده و با آسمان حرف میزد و خداوند جهانیان را به جنگ دعوت میداد. وقتی از سوی خدا هیچ صدایی نشنید، از غرور و تکبر خنده کرد و مردم را به سجده خود امر کرد. بالاخره روزی ملک به شکل انسانی نزد نمرود آمد و نمرود را به خدای یگانه دعوت گفت: از خدای جهانیان بترسید. خدای جهانیان خیلی نیرومند است که با چشم به هم زده همه دنیا را نیست و نابود می کند. پس ای نمرود، از خدا بترس و توبه کن، ورنه خداوند دشمنان خود را با کوچکترین مخلوق هم از بین می برد. اینجا بود که نمرود از اون ملک که به شکل انسان آمده بود خواست که خدای خود را در مقابل من برای مقابله آمده کن. همین بود که نمرود تمام لشکر خود را در مدت 3 شب و روز منظم کرد، یک جا کرد. بعد 3 روز خداوند متعال لشکری عظیم از پشه ها را به سوی لشکر نمرود ارسال کرد که تمام فوج نمرود فرار کردند. خداوند جل جلاله بالای نمرود یک پشه لنگ را مسلط کرد
از طریق بینی نمرود به دماغ او رسیده و نمرود از شدت درد به زمین افتاد و سر خود را با هر چیزی میزد تا از درد بکاهد. گفته می شود هر شخصی که به دربار نمرود می آمد به جای بوسیدن دستان نمرود او را چندین ضربه محکم به سر می زد و نمرود هم از آنها خواهش می کرد برای کاهش درد با کفش های خود محکم به سرش بزنند. گفته می شود نمرود با این حالت 40 سال دیگر نیز زنده بود تا بالاخره. در کتاب های تاریخی آمده است که نام خانم نمرود سمیرامیس می باشد و یک دختر نیز داشت که نامش تاموس بود. اینها دارای قدرت های شیطانی و سحری عجیبی بودند که مردمان سمیری و بابل آنها را عبادت می کردند و تا امروز هم در بعضی جاها به نام مادر چایلد این بت‌ها عبادت می شود. سمیرامیس بعد از هلاکت نمرود دوامی نمود که تاموس زندگی دوم نمرود می باشد. البته این عقیده فاسدیان ها بود. زمانی که خداوند شیطان را از درگاه خود راند، شیطان در زمین یک لشکر بزرگ از جنات و شیاطین را آماده ساخت که در جنگلات و بحرها زندگی می کنند. در بین آنها شیطان های ماده هم بود که مردم بابل به نام افسون یاد می کردند. گفته می شود که بعد طوفان نوح علیه السلام آن شیطان های ماده با انسان ها روابط جنسی را برقرار ساختند و سمیرامیس هم از جمله همین شیطان های ماده بود. مورخین میگویند که برج را که نمرود ساخته بود با همکاری و مشورت همین سمیرامیس بود و ابتدای پرستش بت‌ها هم از همین جا شروع شد. زمانی که مردم از بابل به شهرهای دیگر رفتند و به زبان‌های دیگر حرف زدن شروع کردند و فرهنگ‌های دیگر ایجاد شد، آنها هم همین سمیرامیس را به نام‌های دیگر یاد می‌کردند و مجسمه آن را تراشیده و به عبادتش شروع کردند. همچنان قبل از اسلام مشرکین مکه بت را عبادت می‌کردند به نام هبل که در مکه معظمه گذاشته بودند. نمرود اولین شخصی بود که در این زمین حبوط شد، یعنی مومیایی شد. البته سمیرامیس لعین مردم را به این فریب داده بود که نمرود دوباره زنده خواهد شد. اولین مومیایی هم از نمرود بود که سالها پنهان بود. در آغاز سده 20 ساینسدان ها و باستان شناسان با هم یک جا کار کرده تا مجسمه او را دریافت کنند ولی موفق نشدند تا بالاخره شخصی به نام ظاهر خواست توانست مقبره مومیایی نمرود را کشف کند. البته بعد کشف آن چیزی از مقبره هم نبود، فقط یک لوح سنگی بود که نشان مقبره اصلی نمرود در اون ذکر شده بود. بعد آن دوباره رخ کردند به بابل. که امروز مربوط به عراق می شود. این زمانی بود که حکمروی صدام حسین در عراق بود. زمانی که در سال 2003 آمریکا بر عراق حمله نمود، یکی از اهداف اساسی آن مقبره نمرود بود. گفته می شود امروز هم بزرگترین قرارگاه نظامی آمریکا در نزدیکی مقبره نمرود است. وقتی مقبره نمرود به درستی کشف شد، بعضی از ویدیوهای مجسمه مومیایی نمرود در یوتیوب و دیگر رسانه‌ها به زودی نشر شد. آمریکا جدی اقدام کرد و دوباره از تمام رسانه‌ها تا حد امکان حذف نمود و مجسمه مومیایی نمرود را به اسرائیل انتقال دادند. البته این خبر را نهایتا مخفی کردند تا به کسی نرسد، ولی هنوز هم خبر 100% حقیقت ندارد. آیا واقعا او را به اسرائیل انتقال دادند یا خیر درست معلوم نیست. بعضی ها هم بر این عقیده است که مقبره نمرود هنوز هم در همان جا است که بزرگترین اردوگاه آمریکا می باشد. امیدوارم ویدیو خوشتان آمده باشد. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.